سلام، این 22 قسمت از پادکست گلبانگ شجریان است. در این قسمت به آلبوم عشق داند میپردازیم. دست اندرکاران این قسمت: تهیه کننده و نویسنده رامین قدردان، گوینده مرجان مقصودلو و دکلمه اشعار مهتاب امیرخانلو. آلبوم عشق داند یکی از برجسته ترین آثار مشترک اساتید محمد رضا شجریان و محمد رضا لطفی به شمار می رود. کنسرتی که در 14 اسفند ماه 1359 در سفارت آلمان اجرا شد و سرانجام پس از 17 سال در سال 1376 توسط شرکت دلاواز به انتشار رسمی رسید. برگزاری این کنسرت با حواشی زیادی همراه بود. توضیحات استاد شجریان را می شنویم. مثلا بنا بود که ساعت 4 باشه لطفی 5 می رسید و من خیلی دورت شدم که آخه چرا لطفی دیر اومد؟ زشته، ما چرا خارجی های نام چیز نکنیم، رعایت وقت رو نکنیم؟ خیلی ناراحت شده بودم. لطفی اومد و گفتم تو کجا بودی؟ گفت هیچی نگو. گفتم چی شد؟ گفت هیچی، گیر افتادم تو دانشگاه و اونجا و بزن و دانشگاه تعطیل کردن همه را. ما نمیتونستیم بیایم بیرون، یه مشکلی پیدا کردیم و من با اعصاب خراب تا اینجا اومدم. گفتم با اعصاب خراب چی می‌خوای ساز بزنی؟ حالا می‌زنیم دیگه. لطفی وقتی ساز می‌زنیم چه خشونتی تو سازش هست، خیلی یه جای خیلی خشن ساز. لطفی میخواد ساز تیکه پاره کنه، بس که داره میزنه. اکنون توضیحات استاد لطفی را پیرامون اتفاقات پیش از این کنسرت میشنویم. کنسرت بعدی ما دیگه به صورت گروهی کمتر قادر به اجرا بود و یک مقداری کنسرت ها به صورت فردی به اجرا در اومد. یکی از کنسرت های بسیار زیبا و ماندگار کنسرتی بود که این جانب با جناب محمد رضا شجریان عزیز در واقع به اجرا در اومد. سفارت آلمان بخش فرهنگی از ما دعوت کرد که ما کنسرتی رو در سفارت آلمان اجرا کنیم و سالن خیلی بزرگی نبود، سالن خیلی کوچیکی بود و چون یک خاطرات جالبی در هولوش این کنسرت اتفاق افتاد، این رو من برای آشنایی با مشکلات کنسرت البته بازگو میکنم. روزی که ما قرار بود که این کنسرت رو داشته باشیم، با واقعه سخنرانی آقای بنی صدر در دانشگاه، اگه اشتباه نکنم اسفند 59 اگه اشتباه نکنم صورت گرفت، فکر کنم 14 اسفند اگه اشتباه نکنم صورت گرفت، که اون داستان درگیری های بنی صدر و مسائل اجتماعی با سازمان مجاهدین خلق و و و مسائلی بود که در حال حرکت بود و ما خود به خود این برنامه با این برنامه مصادف شده بود. قرار ما این بود که ساعت 6 عصر آقای شجریان تشریف بیارن خونه ما و به اتفاق با ماشین ایشون بریم به محل برگزاری کنسرت. حدود ساعت 3:30-4 بعد از ظهر من یه قرار کوچیکی داشتم با جناب آقای منصوری، آهنگساز محترم که دوست صمیمی من بود و من ایشون رو از زمان هنرستان به خوبی میشناختم. من سرودی ساخته بودم برای زنان و نوت این رو قرار بود که من به دست ایشون برسونم که این نوت رو برای پیانو و کور تنظیم بکنن و بعدها اینو ما به اجرا در بیاریم. وقتی رفتم با ماشین توی نزدیکای میدان پاستور زندگی میکردن اگه اشتباه نکنم و در زدم و رفتم تو، دیدم چند تا شاگردم ایشون داره تعلیم موسیقی میدن و من انقدری اونجا توقف نکردم، فقط نوت رو دادم به دوست عزیز و هنرمند بزرگ جناب آقای منصوری و اومدم بیرون. وقتی اومدم بیرون دو نفر مأمور لباس شخصی منتظر من بودن و جلو من واستادن و منو جلب کردن و وقتی که سوال کردم گفتن که باید شما با ما بیایم به کمیته و اینگونه. هرچی اصرار کردیم که ما یه برنامه‌ای داریم و من دلیل نمی‌بینم که با شما بیام، ولی به هر حال
سوار ماشین من شدن و که ما بریم به سمت کمیته نزدیکی در اونجا بود و من نگرانیم بیشتر از این بود که این برنامه کنسرتی که داریم در سفارت باعث بی‌حرمتی فرهنگ ایران بشه، ولی به اجبار باید می‌رفتیم. در اون موقع جو خاصی بود، هنوز قوانین به صورت مدون احیا نشده بود و در هر منطقه و در هر گروهی برخوردهای متفاوت می‌کردن. بعداً متوجه شدم که به خاطر سخنرانی بنی صدر و ازدحام و شلوغی و درگیری که دم دانشگاه به وجود اومده بود، یه شعاعی بزرگی از دانشگاه تهران رو زیر نظر داشتن و من هم با این ماشین آهوی بیابانم و داشتن موی بلند و ریش و هیبتی که به قول معروف در قیافه ما میدیدن، این احساس بهشون دست داده بود شاید که ما داری کار خیلی خاصی داره انجام میدیم با این ملاقات یا حرکت، یا شاید اون خونه در واقع تحت نظر بود مثل خیلی از خونهای دیگه این منطقه. به هر حال ما رو به کمیته بردن و بعد از یک ساعت به هر حال حاج آقای اومدن و از ما سوال جواب کردن و من گفتم داستان اینه، من یه نوت فقط دادم اونجا و اومدم و الانم این برنامه دارم، اجازه بدید من تلفن بزنم، که اجازه ندادن تلفن بزنم و ما را از اونجا بردن به کمیته دیانا در خیابان انقلاب فعلی شاهرضای سابق و در این فاصله با ماشین من در اصل باید حرکت میکردیم. من ازشون خواستم که اگر ممکنه اجازه بدم من خودم از کوچه پس کوچه ها برم که از نزدیکای دانشگاه رد نشیم، چون اونجا خیلی شلوغه و مشکل سازه و اونها قبول نکردن و برها از خیابان امیرآباد جنوبی ما رو به میدان 24 اسفند سابق آوردن و از اونجا به خیابان انقلاب وارد شدیم که درگیری خیلی زیاد بود و وقتی رسیدیم دم در دانشگاه که رد شیم در اصل مردم ریختن دوروبر ماشین و از این دو عضو کمیته، و چون ماشین منم آهوی بیابان بود و خودم هم کاپشن سربازی سبز می پوشیدم، اونا تصور کردن که ما جزو کمیته هستیم و مردم هجوم آورده بودن که شما چرا جلوی اینا رو نمی گیرین و چرا به ما کمک نمی کنین که ما وارد دانشگاه بشیم، و از این جور مسائل و تنشن خیلی زیادی بود و خیلی خطرناک بود در اون شرایط. من برای از اونا خواهش کردم که اجازه بدن از خیابان روبروی دانشگاه برم پایین، وگرنه ما نمیتونیم این تا سینمای دیانا یا کمیته دیانا ما رد شیم. برای اونا قبول کردم و من از کوچه پس کوچه انداختم و وارد کمیته دیانا شدم. ما رو در اونجا مورد بازجویی قرار دادن و همون موقع که شروع کردن به بازجویی که کی هستین چی هستین، من داشتم توضیح میدادم، به یک باره میتینگ در واقع تموم شد و مردم اتری دانشگاه اون بچه ها اومدن بیرون و جو خیلی خطرناکی بود و از من خواهش کردن که من برم و اونجا البته اجازه دادم، من تلفن زدم به منزل و خبر دادم، گفتم که به هر حال ممکنه من بیام ممکنم نیام، اما به هر حال منتظر باشن آقای شجریان در منزل و من اونجا در واقع رها کردن. ماشینم رو دیدم نمیتونم بیارم بیرون، اگه بیارم بیرون باز درگیری ممکنه به وجود بیاد. از در کمیته در واقع اومدم بیرون و با سرعت خیلی زیاد از اونجا تا خیابون ویلای کلیسای ارامنه که منزل من بود رو بروش دویدم و خودم رو رسوندم به منزل. وقتی رسوندم با این تنشن و خستگی و نگرانی، آقای شجریان گفتن که زنگ بزنیم کنسرت رو رفع کنیم، ما خبر دادیم که کنسرت ممکنه دیر برگزار بشه یا بعد از پذیرایی برگزار بشه. گفتم نه، باید کنسرتمون رو بدیم، اینم بخشی از زندگی به هر حال اجتماعی ماست و اینم برای خودش میتونه یه حال خاصی ایجاد بکنه. و این کنسرت رو با آقای شجریان سوار ماشین شدیم رفتیم و آقای شجریان خوشبختانه اون دستگاه معروف ریوکسشون رو آورده بودن با دو تا میکروفون خوب و اونجا تعبیه کردن و این برنامه ضبط شد و این برنامه شد همون برنامه ابو عطای معروفی که دوستان ما خیلی دوستش دارن و خیلی راجبش صحبت میکنن، که اسمش هم اگه اشتباه نکنم سخن عشق باید باشه یا یه چیزی شبیه این. آلبوم عشق داند یکی از آثار مورد علاقه استاد هوشنگ ابتهاج نیز هست، به طوری که بارها در مصاحبه های گوناگون این اثر را ستایش کردند. یه روز
آورد یه نوار کاست من داد و یا دیشب ما این کنسرت رو اجرا کردیم و اصلا باید نگفتم همچه کنسرت. من هیچی نگفتم. بعد یه روز دیگه به لطفی گفتم که من اگه میدونستم همچه کنسرتی هست میامادم جلوی سالن گردنم رو کج میکردم، شاید یکی دلش میسوخت منم راه میداد به این کنسرت شما. لطفی صرف شد فهمید که کوتاهی کرد. آلبوم عشق دانت در آواز ابوعطا اجرا شده. ابوعطا یکی از آوازهای موسیقی ایرانی است و از ملحقات دستگاه شور دانسته می شود. این آواز بر محوریت دستگاه شور است، اما شروع آن از درجه دوم و نوت شاهد آن درجه چهارم شور است. استاد محمد رضا لطفی با اجرای پیشتر آمد ابوعطا برنامه را آغاز می کنند. در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. وصل خورشید به شب پره اعما نرسد که در آن آینه صاحب نظران حیرانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر به نصحتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد در رندی حافظ نکند فهم
چه شد؟ دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما مغ بچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستانند. سپس نوبت به اجرای یکی از بهترین نمونه های ساز آواز ابو عطا می رسد. استاد شجریان با غزلی از حافظ درآمد ابو عطا را آغاز می کنند. سپس جملات دیگری در محدوده درآمد می شنویم. آقلان نقطه فرگار وجودند، ولی آقلان نقطه فرگار وجودند، ولی که در این دایره سرگردان یا خورشید این آینه می گرداند،
پس از جملات مفصل در گوشه درآمد، گوشه حجاز اجرا می گردد. حجاز مهمترین گوشه آواز ابو عطاست و حتی در موسیقی ترکی و عربی به عنوان یک مقام موسیقی شناخته می شود. حجاز از نظر مود با ابو عطا تفاوت دارد. اگرچه نوت ایست هر دو نوت پایه شور است، اما نوت شاهد در حجاز درجه پنجم بوده و بیشتر ملودی بین درجات چهارم و هشتم شور متمرکز است. عهد ما با لب شیرین دهنان بس خدا، عهد ما با لب شیرین دهنان بس خدا، ما می بنده این قول سپس با اشاره کوتاه به یتیمک گوشه جام دران را می شنویم. استاد هوشنگ ابتهار این قسمت از آواز را با جمله‌ای ماندگار توصیف می کنند. من فکر می کنم اگه حافظ بود پا می شد غرق بوسه می کشد. اونجا یه مفلسانیم و مفلسانیم و هوای خیلی قشنگ. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر آه اگر خرقه پشمین بگرام از سر دیده سپس جمله دیگری از گوشه حجاز اجرا می گردد. ناف عشق و گله از یار بسی لاف درود، عشق بازاری چنین عشق بازاری چنین سحق هجران ای داد داد خدای من ای دل جان ای داد عزیز من پس از حجاز آواز وارد مایه کرد بیات می شود. بیات کرد یا کرد بیات نام یکی از آوازهای موسیقی ایرانی است که از متعلقات دستگاه شور دانسته می شود. از نظر ردیف شناختی بیات کرد شباهت‌های زیادی با دشتی دارد، ولی برخلاف دشتی درجه پنجم شور در آن متغیر نیست و نوت آغاز هم در آن به جای درجه سوم بر درجه چهارم شور استوار است.
ورنه مسئولی و مسئول همه کس نتوانده پس از کرده بیات، استاد شجریان با اشاره به گوشه اصفهانک با تسلط کامل به ابو عطا فرود می آیند. گر شود آگه زنگیشه ما مخ بشگان بعد از این خرقه صوفی به گرون استانه سپس آواز وارد گردش در مدهای دشتستانی می شود. این گوشه ها را معمولاً با اشعار دو بیتی اجرا می کنند. جز غم نرویا به باغم جز گل صحرای دل بی حاصل گیاه ناب سپس گوشه خسرو شیرین را می شنویم. خسرو شیرین نام لحنی از سی لحن باربد و یکی از نواهای موسیقی پیش از اسلام است که در برهان قاطع به صورت لحن چهارم آمده است. نوت شاهد این گوشه درجه پنجم گام است. به دشت افتاد من مجنون آخ به دشت افتاد مجنون زار و در بر سر
به شب از آتشی آخ به شب از آتشی آه شهر ما سپس جملات دیگری از دشتستانی را می‌شنویم. وای به روی دلبری گرمای سایم خدا بله مکل من آم گرفتار دل سایم وای بروی دلبری گرمای نسان مکن من آم گرفتار دل نسان خدا را سار بود نایست نمیران که ممانده این قافل استان اینک استاد شجریان به دستگاه شور فرود آمده و ساز آواز خاتمه می‌یابد. تو دوری از برام دل در برام نیست تو دوری از برام دل در برام نیست حریزم هوای دیگری در سرام نیست
به جان دل برو که از هر دالم تمنای دیگر جز دل برو. پس از پایان ساز آواز، نوبت به اجرای یکی از ماندگارترین تصانیف موسیقی ایرانی میرسد. تصنیف بهار دلکش از ساخته های درویش خان در گوشه حجاز ابو عطا. بهار دلکش رسید و دل به جان باشه، از آن که دل در این بهار ای سنم بیام آشتی کن که جنگ و کین با من از این روانه باشم. اگر که با این دل از این تا عهد و بستی حبیب من اخبار ندیب من چرا نشستی، چرا دلم را عزیز من از کی خستی؟ برنامه‌ای که شنیدید ارائه‌ای بود از رسانه گلبانگ شجریان. در این سری از برنامه‌ها سعی می‌کنیم به معرفی دوباره و تحلیل مختصر آثار استاد محمد رضا شجریان بپردازیم. این پادکست 3 روز پس از انتشار در پلتفرم ساندکلاود و کست باکس در وبسایت گلبانگ شجریان به نشانی shajarianfans.ir ارائه می گردد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. اگر که ما این دل از این تا عهد و بستی عزیز من اخبار ردیب من چرا نشستی، چرا دلم را حبیب من از کین خستی، بیا در برم از وفای یک شب ای مه نشب، تازه کن عهدی خدا که
که